بچه ها، در مورد همان انسازی گفتیم آنزیم های متعددی دخالت دارند. دو تا اصلی یاشته نواسپاراز و هلیکاز بودن. آنزیم های دیگری هم وجود دارند. تأکید میکنم قبل از اینکه همان انسازی شروع بشه، یه سری آنزیم هستن که کارهای خاصی انجام میدن، مثلا جدا کردن هیستون ها از دی ان ای، یا اینکه اون کروماتین یا حتی بگید کروموزوم، فرق نمیکنه، اون پیچ و تاباش باز بشه. این آنزیم های ویژه خودشونا دارن. این تازه قبلش، همون حین همان انسازی هم به جز دناوسپاراز و هلیکاز ما بازم بچه آنزیم داریم که کار انجام، ولی کتاب گفته این دوتا اصلی یا محسوب میشه. بچه در مورد رونویسی، اولا کتاب نمیگه قبلش مقدماتی لازم داره، پس لزومی نداری بدونین. حالا بعضی مطرح میکنن که باید یه مقدار این پیچ و تاب هم باز بشه، یعنی اون اتفاقاتی که قبل از همان انسازی لازم داشتی شاید به شکل ابتدایی ترش اینجا نیاز داشته باشید. ولی یه نکته مهمی که بچه توی رونویسی وجود داره اینه که رونویسی قراره یکی از رشته های دی ان ای بخش کوچیکش را شما چکا کنی، به عنوان الگو استفاده بکنیم، مکملش را بسازی. بچه ها تاکید دارم شما مکمل الگو ها میسازی، چه در همان انسازی چه در رونویسی، ولی چیزی که میسازی در رونویسی اولا قطعه کوچیکیه، دوما قندی که داره قند ریبوز هست. کی این کار انجام میده؟ آنزیمی به نام رنا بسفاراز. بچه ها در مورد همانندسازی و رونویسی، هر دو باید دو رشته دنا باید از هم جدا بشن. حالا این جدا شدن در همانندسازی توسط هلیکاز انجام میگیره، در رونویسی خود رنا بسفارازی که آر ان ای ها میسازه دو رشته از هم دیگه جدا میکنه، و عملا شما میتونیم بگیم کلن با رنا بسفارازی اینجا سر کار داره. میگه در کتاب انواعی از رنا ساخته میشود، عمل رونویسی از دنا به کمک آنزیم ها انجام میگیرد، این آنزیم ها تحت عنوان کلی رنا بسفاراز نامیده میشود، یعنی همشون رنا بسفاراز محسوب میشن. چرا آقا؟ تحت عنوان کلیه مثلا رنا بسفاراز، چون انواع مختلفی داره. حالا ببینیم به چه صورت. بچه ها یه قاعده خیلی کلی، همیشه پروکاریوت ها سادگی و سرعت، یوکاریوت ها پیچیدگی. بنابراین مثلا ما در پروکاریوت ها وقتی بررسی میکنیم، کلهم اجمعین تمام انواع رناشون فقط یک نوع رنا بسفاراز میسازه. کدوم رنا بسفاراز؟ بچه کتاب نگفته، ولی میتونید بگید رنا بسفاراز پروکاریوتی یا باکتریایی هم بگین، ایرادی نداره. رنا بسفاراز پروکاریوتی، یعنی این رنا بسفاراز بچه ها هم تی آر ان ای بسازه، هم ام آر ان ای، هم آر آر ان ای، هم بقیه آر ان ای ها، چون آر ان ای کوچک هم مثلا ما داریم توی تنظیم بیان ژن، بعدا در موردش صحبت میکنیم. خب این خیلی اهمیت داره. بچه ها تا الان شما پروتئین پروکاریوتی خیلی نداشتید، مگه اینکه بگیم مثلا آنزیمایی که در ساخت پوشینه نقش داره، و بگیم mRNA چون توسط کدوم رنا بسفاراز ساخته میشه؟ رنا بسفاراز پروکاریوتی. بعدن بچه ها یه سری پروتئین میخونید که اینا پروتئین های پروکاریوتی هم، مثل مهار کننده، مثل آنزیم محدود کننده. از همیالا این دو تا را حفظ باشید، یکیش مهار کننده است، یکیش آنزیمی است به نام محدود کننده. بچه ها این دو تا مخصوص باکتری هن. یعنی اینا ژنشون، رونویسیشون توسط رنا بسفاراز پروکاریوتی صورت میگیره. حالا میریم سراغ یوکاریوت ها. در یوکاریوت ها یه تعدادی رنا بسفاراز توی هسته کارا را انجام میدن. تازه تو میتوکندری و پلاستم داریم که اونا را کتاب اصلا در موردش صحبت نکرد. پس انواعی از رنا بسفاراز ما در یوکاریوت ها ساخت رنای مختلف واسم و انجام میدن. مثلا حالا تک تک میخوام بررسی بکنیم. خب ما سه نوع رنای معروف داریم دیگه، آر آر ان ای، تی آر ان ای و ام آر ان ای. اینا دیگه باید حفظ بکنه، چاره ای جز حفظ نیست. که میگیم بچه آر آر ان ای یا آر ان ای ریبوزومی توسط نوع یک، رنای پیک یا ام آر ان ای توسط رنا بسفاراز نوع دو و رنای ناقل یا تیارنه توسط رنا بسفاراز نوع 3 رونویسی میشه.
بچه ها همیشه به عنوان یه قاعده از من داشته باشید، سعی کنید رمزگذاری بکنید و اگه یه رمزگذاری جالبی پیدا کردید به منم بگید، من مشکلی ندارم از شما هم یه چیزا یاد بگیرم. مثلا بعضی ها اصلا میگن آقا برای رمزگذاری رناوس باراز نوع سه خیلی راحت میشه این کار انجام داد. چرا؟ چون به انگلیسی سه میشه چی؟ سه میشه به انگلیسی چی؟ تیری یا مثلا سوم میشه تر. تی داره دیگه، پس تیش دیگه بچه ها حله. تی آر ان ای رنای ناقل برای نوع سه. این خیلی راحت میشه تو ذهنتون بمونه. میمونه نوع یک و نوع دو. نوع یک میگیم آر آر ان ای میسازه، نوع دو میگیم ام آر ان ای میسازه. این دو تا رو دیگه باید حفظ بکنید، خیلی گزینه ای واسه شما وجود نداره که بخوایم مطرحش بکنیم. بچه ها یه نکته خیلی خیلی مهم، اولا اینجا پر از مطلبی هست که بعدا خیلی بهش گیر میدیم، مخصوصا این موردی که میگم بچه ها هیستون و مهار کننده، میخوام دو تا ژنشون رو بررسی بکنیم. اینا جفتشون پروتئین هستن، ژن دارن. ژن مربوط یا ژنهای مربوط به هیستون ها کدوم رناوس باراز رو نویسی میکنه؟ ژن مربوط به هیستون. ژن مربوط به هیستون کدوم رناوس باراز رو نویسی میکنه؟ ژنی که وقتی بیان بشه هیستون تولید بشه کدوم رناوس باراز رو نویسیش میکنه؟ نوع چند؟ دو. ولی مثلا خب هیستون یه پروتئینه، مثلا پروتئین مهار کننده چی؟ یا بگم آنزیمای سازنده پوشینه یا همون کپسول چی؟ اون چی توسط کدوم رناوس باراز ژن ها رو نویسی میشه؟ پروکاریوتی. بچه ها پس این بحث ها مخصوصا بحث رناوس باراز نوع دو خیلی بهش گیر داده میشه، خیلی بهش گیر داده میشه. چرا؟ چون ما اون طرف پروتئین پروکاریوتی داریم، این طرف پروتئین یوکاریوتی. یه مثال دیگه بزنم، هلیکازا به من بگید. هلیکازا بگید. هلیکاز کلن توی موجودات زنده توسط کدوم رناوس باراز ها یا رناوس باراز ژنش رو نویسه میشه؟ هلیکاز. چیزی اینجا من هنوز نمیبینم، این از قبله. آره بچه ها هلیکازا به من بگید دیگه. هلیکاز پروکاریوتی و دو آفرین، یعنی ما هلیکاز جزء پروتئین های مشترکه و این خیلی بچه ها بحث مهمیه که شما پروتئین ها را سه گروه میکنید. یه سری پروتئین میگید یوکاریوتی هن، یه سری میگید پروکاریوتی هن، یه سری مشترک هن، هلیکاز، دناوس، باراز، اینا میگیم مشترک حساب میشن. هیستون میگیم یوکاریوتی، لیزوزیم، پاد، تن، پرفورین، پروتئین مکمل، بچه ها همه اینا یوکاریوتی حساب میشن. اکتین، میوزین، اینا همه یوکاریوتی محسوب میشن. اغلب پروتئین هایی که از قبل میدونید پروتئین های یوکاریوتی محسوب میشن. این بحث اول. خب بحث دوم در رابطه با رونویسیه. بچه ها یه شانس آوردید همانندساز یه کتاب نیومده مرحله بندیش بکنه، بنابراین شما کلی در موردش اطلاعاتی دارید و کسی نمیتونه بگه این مرحله آغاز همانندسازی، این مرحله طویل شدن، این مرحله پایان. برای رونویسی و ترجمه کتاب اومده سه تا مرحله تعریف کرده ولی گفته که مثل همانندسازی، مثل ترجمه‌ای که بعداً صحبت میکنیم، یعنی ساخت پروتئین توسط ریبوزوم، اونو میگیم بچه‌ها ترجمه، فرایندی پیوسته است ولی برای سادگی ما به سه مرحله تقسیمش میکنیم. بچه ها این جزء مباحث خیلی گیر دادنیه منه که میگم آقا این سه تا مرحله رو باید ریز ریز بدونی چه اتفاقی در هر مرحله رخ میده و بعد توی ترجمه یا پروتئین سازی هم این سه تا مرحله را صحبت میکنیم. جالبه اونم همین سه مرحله آغاز و طویل شدن و پایان داره، بعدن وقتی بهش میرسیم اینا متوجه میشید که اونجا هم ما این سه مرحله را داریم. بعد میگیم آقا حالا بیا با هم دیگه مقایسه بکن. یعنی چی؟ مرحله آغاز ترجمه را مقایسه بکن با آغاز رونویسی. پس
اینو یادتون باشه که بچه ها ما دوتا فرایند داریم از نظر واژه های مربوط به مراحلشون خیلی شباهت دارند، ولی خب اتفاقات متفاوتی هستن. رونویسی یه چیز دیگه است، ترجمه یه چیز دیگه. بچه ها توی جمله یه ساده رونویسی یعنی چی؟ شما یه کتاب آشپزی داری، میخوای باش یه غذایی یا یه جا پخت بکنی، دستورش هم میخوای کتابم اینجاست، کتابم کسی بهت نمیده ببری، میگی چی کار میکنم؟ یه کپی ازش میگیرم میبرم. فقط اینجا یه ایراد داریم، شما کپی میگیری توی رونویسی چی کارش میکنی؟ مکملش هم میسازی. این یه نکته. بچه ها یه نکته دیگه هم دقت بکنید که چندین بار گفتم اینجا هم تاکید میکنم. درسته ما وقتی میخوام بگیم رونویسی معمولا روی mRNA زوم میکنیم و میگیم پروتئین سازی، بیشتر رو این زوم میکنیم، رو رنای پیک و بعد میگیم پروتئین سازی، ولی یادتون باشه که اگه tRNA ساخته شد، اگه rRNA ساخته شد، از روی اطلاعاتش پروتئینی ساخته نمیشه. tRNA گفتم، حالا بعدن هم صحبت میکنیم، tRNA قرار آمین هستی داره جا به جا میکنه. مثلا اگه پروتئین سازی یا بنایی در نظر بگیریم، mRNA میشه نقشه ساختمون که شما از رو نقشه یا اصل کپی کردی، تیاره نمیشه فرغون، درسته کمک میکنه به ساخت ولی اطلاعات ساخت ساختمونا نداره. آرانه هم که جزء اجزای بدنه مثلا بنا باشه که قرار آمون هستی داره سر هم بکنه. پس آرانه و تیاره یادتون باشه بچه ها تو پروتئین سازی نقش دارن، ولی اطلاعاتشون اصطلاح هم میگیم ترجمه نمیشه، یعنی از رو اطلاعاتشون ساختی صورت نمیگیره، ساخت پروتئین صورت نمیگیره و این خیلی مهمه. خب بچه ها بریم سراغ مراحل رونویسی. من اول رو شکل توضیح بدم. اولا رنا بسپاراز مصداق اون کسیه که میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، یا کار خود کنیم به دق نکشیم منت خلق. این آقای رنا بسپاراز منت هلیکاز و امثال اونا نمیبره، خودش هم دورشته را جدا میکنه، هم RNA میسازه، نوکلئوتید مکمل قرار میده، سر هم میکنه، تمام کارا را داره خودش انجام. اونجا اول دناوس بارازه میشه از سیه کنار تا هلیکاز بیاد واسش حباب ایجاد بکنه، بعد که حبابا ایجاد میکرد درشته را باز میکرد، میمد شروع به کار میکرد. اون جلو هم حواسش بود که هلیکاز داره به سمت جلو میره و دناوس باراز پشت سرش داره نوکلوتید میچسبونه و میاد جلو. اینجا نه، خودش درشته را باز میکنه و بقیه کارا را انجام میده. پس ما یه شباهت های بین کار رنا بسواراز و دنا بسواراز میبینیم. یه تفاوت ها. مهمترین تفاوتشون از دید من اینه، رنا بسواراز درشته دین را باز میکنه، دنا بسواراز این کار را انجام نمیده، هلیکاز واسش انجام میده. مهمترین شباهتشون جفتشون دارن نوکلئیک اسید میسازن، این RNA میسازه، اون DNA میسازه. پس تو مقایسه خیلی نااهمیت پیدا میکنه. خب بچه ها یه نکته خیلی مهم در رابطه با همان انسازی، ما یه نقاط شروع داشتیم، اینا نقاط ویژه‌ای هستن. بچه ها در پروکاریوتا تعداد نقاط شروع چند تا بود؟ تعداد نقاط شروع چند تا بود؟ شروع همان انسازی اغلب یکی. این خیلی مهمه بچه ها، اگه یه تصویر دادن بیش از یکی بود میتونه مال باکتری باشه، ولی اگه یه تصویر دادن یه نقطه شروع گفتن این مثلا موجوده یه نقطه شروع، این قطعا دیه نه حلقویه. ولی اگه دیدید چند نقطه شروع، مثلا دو سه تا نقطه شروع، میتونه دیه نه حلقوی باشه، میتونه خطی باشه. خب و یه نکته هم بچه ها، کتابتون یه جایی به میتوکندری و پلاست توجه میکنه، یه جایی نمیکنه. مثلا وقتی میگه در یوکاریوتا چندین نقطه شروع داریم، منظورش کجاست؟ هستست. اصلا میتوکندری و پلاستا تو این موضوع بیخیال میشه. وقتی میگه هیستونا جدا میشن، منظورش DNA داخل هستست. ولی یه جایی هم به اونا توجه میکنه، مثلا وقتی میخواد بگه دی ان ای کجا حضور داره، میگه آقا تو سیتوپلاسم هم یادتون باشه هست. خب حالا بچه ها
اون نقاط شروع ملاک‌های خودشون رو دارند که مثلا فرویگال اون عوامله همانندسازی تشخیصشون بده. اینجا هم ما یه جورایی باید یه ملاک‌هایی داشته باشیم. این ملاک به چه صورته که رناوس باراز اشتباه نیاد بشینه بره یه جایی که حالا میتونیم بگیم محصول رونویسیش به در نخور باشه. اون ملاک یا میتونیم بگیم راهنمای رناوس باراز بچه ها راه انداز. خب نکات باکتریا برا بچه ها اگه بخوام در نظر بگیریم جای پرسیدن در مورد همانندسازی دی ان ای باکتری و پلاس خیلی شبیه باکتری، یعنی همون بحث یک نقطه شروع حتی واسه شون باید در نظر بگیریم. خب بچه ها در مورد این موضوع راه انداز مثل باند فرودگاه رناوس باراز از بالا میاد اول به راه انداز متصل میشه، پس اول به اینجا وصل شده، ولی وقتی متصل شد به اینجا راه اندازا بازش نکرد. بچه ها نرین متن زیست سلولی پیدا بکنید بگید آقای قاسمی نه اینجوری نیست ها، طبق کتابتون پیش برید، خودتونم به درد سر نندازید. طراح کنکورم میگه این دانش آموز این کتاب خونده، من بر این اساس اظهار نظر میکنم. بنابراین من تاکید دارم از نظر علمی شاید با موضوعایی که میگم تفاوت وجود داشته باشه. بچه ها راه انداز درشتش از هم جدا نمیشن طبق شکل کتاب شما و حتی رونویسی هم نمیشه. من کاری به علمیش ندارم، میدونم اینطوری نیست. خب حالا اگه دقت بکنید پس راه انداز جایگاهیه که اولین بار رناوس باراز میاد وصل میشه، بعد حرکت میکنه جلو، بعد میگیم یه حبابی ایجاد میکنه، بچه ها به این حباب میگیم حباب رونویسی. بعد حالا شروع میکنه نوکلئوتید مکمل قرار بده. بچه ها نوکلئوتید های اینجا هم مثل قبض فسفات هن، دوتا فسفاتش باید جدا بشه تا بتونه وصل بشه. حالا دوباره همین اتفاق پیوند هیدروژنی مقدم بر پیوند فسفودیستره، یعنی اول نوکلئوتید مکمل میچسبونه، نمیدونم بعضی چی میگن، میگن پیوند هیدروژنی برقرار نمیکنه. پس این پیوند هیدروژنی ها کیاخه داره اینجا برقرار میکنه؟ یه چیزایی تو بس کتاب کمک آموزشی هست، من دیگه بعضی ها عصبانی میشم میگم آخی تو چه فازی هستید، چیا دارید میگید؟ و دانش آموزم بعضی ها فکر میکنه نکات عجیب و غریبه دردش میخوره، در حالی که به خدا بهترین نکات ساده ترین نکات کتاب درسی هم. هر سال کنکور داره اینا نشون میده، ولی هر سال هم دانش آموز فکر میکنه چیزای عجیب غریب باید بلد باشه برای کنکور دادن. حداقل تو درس زیست شناسی بچه ها اینطوری نیست. خب حالا نگاه بکنید، پس نوکلئوتید مکمل قرار میده، بعد به نوکلئوتید قبلی وصلش میکنه پیوند فسفودیستر. پس من تشکیل پیوند هیدروژنی مقدم بر فسفودیستر میدونم و قبل از تشکیل پیوند هیدروژنی قطعا پیوند هیدروژنی شکسته شد، چون اول دو رشته باز میشن، بعد پیوند هیدروژنی تشکیل میشه، بعد پیوند فسفودیستر. بچه ها یه قطعه یه کوچیکی از آرنه اینجا تشکیل شده، ساخته شده، اینو بهش میگیم مرحله آغاز. بچه ها یه نکته خیلی مهم در رابطه با کار رناوس باراز، رناوس باراز آدم وسواسی نیست مثل دناوس باراز که هر بار برگرده چک کنه ببینه چه غلطی کرده یا نکرده، اینطوری نیست، این میچینه و میره جلو. حالا ممکنه بگید آقا اومدیم و یه نوکلئوتید اشتباه قرار داده، مهم نیست. چرا؟ بچه محصول کار رناوس باراز رنایی هست که اصلا عمری نداره به اون صورت. محصول کار دناوس باراز دی این ای هست که میتونه یه موجود زنده را نابود بکنه اگه دوچار جهش بشه و مشکلی درش پیش بیاد. شما یه سلول تخما در نظر بگیرید 46 تا دی ان ای داره، این یه تیکش اشتباه واسش ایجاد بشه کل اطلاعات نسل میتونیم بگیم در تقریبا میتونیم بگیم یه جورای نیمی از سلول ها دوچار اشکال میشه حداقل وقتی در نظر میگیریم. بنابراین اینجا بچه ها خیلی مهم نیست که این رنایی که ساخته میشه اوجش اینه، یه رنای در به داغون ساخته میشه، یه پروتئین در به داغون اصلا اون دور ریخته میشه به درد نمیخوره، هیچی. مثلا شما 1,000,000 پروتئین سالم دارید 10 تاش هم ناسالم باشه مشکلی ایجاد نمیکنه. خب بچه ها پس تو مرحله آغاز رنا داره ساخته میشه، این خیلی مهمه. نکته بعدی بچه ها پیوند هیدروژنی بین رنا و دنا شکسته نمیشه.
یعنی این قدر نای کوچیکه که متصل باقی مونه، چفته بش، جدا نمیشه ازش. پس ما تو مرحله آغاز بچه ها تشکیل پیوند هیدروژنی داریم، بله. بین چی؟ رنا و دنا. شکستن پیوند هیدروژنی داریم، بله. کجا؟ دو رشته دنا که از هم دیگه جدا میشن. این در مورد مرحله آغاز. بچه ها مرحله طویل شدن ادامه همون مرحله آغازه. یعنی چی؟ یعنی رنا و اسفاراز میره جلو، حباب رو نویسی دقت بکنید اندازش تغییر نکرده، فقط داره حباب به سمت جلو حرکت میکنه. حالا دقت بکنید دومش ها ببینید، رنا از رشته الگوی دنا جدا شد. به عبارت دیگه الان یه مدل جدیدی از شکستن پیوند هیدروژنی ها داریم. تو مرحله آغاز فقط بین دو رشته دنا پیوند هیدروژنی شکسته میشد، اینجا علاوه بر این که بین دو رشته شکسته میشه، بین آر ان ای و رشته الگو هم داره پیوند هیدروژنی شکسته میشه. این یه نکته مهم، نکته مهمه دیگه. تو مرحله آغاز شما تشکیل پیوند هیدروژنی ها بین آر ان ای و DNA داشتید. اینجا بچه ها علاوه بر اینکه تشکیل پیوند هیدروژنی بین RNA و DNA داری، یه مدل دیگه هم از تشکیل پیوند هیدروژنی دارید. اینجا همونطور که رنا و اسفاراز میره جلو، پشت سرش داره دو رشته DNA جمع میشه، پیوند هیدروژنی تشکیل میشه. و بچه ها یه نکته خیلی ساده، در هر سه مرحله RNA ساخته میشه، یعنی پیوند فسفودیستر تشکیل میشه. بریم سراغ مرحله پایان. بچه ها ما یه توالی داریم به نام توالی پایان. این توالی پایان مثلا تو این موقعیت وقتی در نظر بگیریم، وقتی رونویسی شد، این رونوشته توالی پایان، یه توالی چند نوکلئوتیدیه، وقتی رونویسی شد عمل رونویسیمون میگه تموم میشه دیگه. پس اینجا اون توالی پایان ما که اینجا قرار داره، این توالی پایان، توالی پایان بچه ها کتاب نگفته ولی رونویسی میشه. وقتی رونویسی شد عمل رونویسیمون تموم شده و RNA تولید شده. پس بچه ها در هر سه مرحله RNA ساخته میشه. خب اولین اتفاق در رونویسی من میتونم بگم بله، شکستن پیوند هیدروژنی. بچه ها بریم سراغ متن و این قسمت هم متنش رو بررسی بکنیم، سریع من ازش عبور کنیم. آغاز، در این مرحله رنا و اسفاراز به مولکول دی ان ای متصل میشه، کجاش؟ در ناحیه راه انداز، دو رشته رو از هم دیگه باز میکنه. کی انجام میده؟ خود رنا و اسفاراز، در حالی که تو همانند سازی هلیکاز این کار انجام میده. بچه ها ما شکستن پیوند اشتراکی آیا توی رونویسی داریم؟ توی رونویسی شکستن پیوند اشتراکی داریم؟ بله داریم، پیوند بین فسفات، ولی شکستن پیوند فسفودیستر مطلقا نداریم، مطلقا وجود نداره. خب حالا میگه رنا و اسفاراز به دی‌ان‌ای متصل میشه، دو رشته رو از هم باز میکنه. به نظر شما برای باز شدن کدام پیوند شکسته میشه؟ که واضحه دیگه، برای اینکه رونویسی یه ژن از محل صحیح شروع بشه، توالی های نوکلئوتیدی ویژه‌ای در دی‌ان‌ای وجود دارن که رنا و اسفاراز اونا رو شناسایی میکنه، بهش میگیم راه انداز. بچه ها بعضی ها مطرح میکنن میگن آیا هر یک ژنی راه انداز مخصوصش را داره؟ توی یوکاریوتا بچه ها اینجوریه، تو پروکاریوتا ما مدلی داریم که سه تا ژنی راه انداز دارن، ولی شما قطعا بدونید برای یک ژن نیازمند راه انداز هستن، اصلا ژن بدون راه انداز جور در نمیاد. حالا ممکنه این راه اندازش با سه تا ژن دیگه مشترک باشه، ممکنه نه اختصاصی خاص خودش را داشته باشه. در یوکاریوتا اختصاصی، در باکتری ها ما مدل مشترکش هم داریم. راه انداز آقا به چه دردی میخوره؟ رنا و اسفاراز اولین نوکلئوتید مناسب و به طور دقیق پیدا بکنه، رونویسی از اونجا آغاز بکنه که بهش میگیم جایگاه آغاز رونویسی. تاکید بکنم راه انداز رونویسی نمیشه. خب در این حالت بخش کوچکی از مولکول دی ان ای باز میشه. بچه کل دی ان ای باز نمیشه، دی ان ای طول زیادی داره، حدود مثلا دی ان ای انسان رو اگه بخوام در نظر بگیم 600 700 تا یه سری جون ژن داره،
600 700 تا ژن که قرار نیست با هم دیگه دی ان اشون باز بشه، یکی از اینا پس بخش کوچکی نه بخش بزرگی از دی ان ای باز، زنجیره کوتاه، بچه‌ها اینو دقت بکنید. پس آر ان ای ساخته میشه در حد کوتاه. بعدا توی ترجمه صحبت میکنیم، حالا اگه کسی خونده باشه بچه ها، تو مرحله آغاز ترجمه پلی پپتید ساخته نمیشه، اصلا پپتیدی ساخته نمیشه، پیوند پپتیدی تشکیل نمیشه، یه زنجیره کوتاه ساخته میشه. مثل این بنا هستن، صبح اول صبح میاد حالا شو الا همه چیزا ردیف میکنه و بعد یه ردیف میگذاره میگه بریم صبحونه بخوریم. مرحله آغاز انجام دادیم، بعد صبحونه را که خوردن میرن سر مرحله طویل شدن. بچه ها بیشترین زمان مال مرحله طویل شدن. سوال میپرسید ابتدای هر جن راه انداز داریم؟ نه نه، ولی هر جنی یه راه اندازی بالاخره توی فاصله ایش وجود داره که به اون مربوط میشه. یعنی گاهی سه تا ژن داریم یه راه انداز بهش مربوطه، ولی بالاخره ما میتونیم بگیم شما برای اینکه یه ژن رو نویسی بکنی راه انداز میخوای، بدون راه انداز نمیشه، ولی میتونه مثلا کنارش نباشه دورتر باشه. خب و بعدا صحبت میکنیم این که مثلا کنارش باشه یا دورتر باشه به چه صورت. تو تنظیم بیان ژن بچه ها اونو میگه نحوه عمل رناب اسپاراز این طوریه، آنزیم با توجه به نوع نوکلوتی داره بچه ها رشته یه الگو چیا قرار میده مکملش ها. خب حالا دقت بکنید، رشته یه الگو مکملش تو دی ان ای میشه رمزگذار، اینجا هم مکملش میشه آرنه. پس یه نتیجه گیری ساده میتونید بکنید که من بچه ها اینا روی تابلو نشون میدم که اگه اینجا رشته الگوی من باشه، این الگوی من، این الگو، رشته مقابل ها میگیم رشته چی؟ رمزگذار. این رمزگذاره. خب حالا من میگم مکمل الگو میشه آرنه من، آرنه ای که ساخته میشه مکمله چیه؟ الگوه. این آرنه مثلا ساختش آرنه. خب خب حالا دقت بکنید چی میگم بچه ها. اگه در الگو شما آ داشته باشی، آدنین داشته باشی، تو رمزگذار چی دارید مقابلش؟ تو رمزگذار چی داریم؟ تیمین داریم. توی آرنه ای چی داریم؟ یوراسیل. بعضی ها میان میگن پس آقا یعنی اگه در الگو ما آدنین نداشته باشیم رمزگذارمون میشه این آر ان ای؟ یعنی مثلا اینجا سی داشته باشیم خب اینجا میشه جی، اینجا هم میشه جی. یه سوال از شما میپرسم، این نوکلوتید گوانین داره اینجا با نوکلوتید گوانین داره اینجا آیا این همن؟ میگیم نه، قندشون فرق داره. درسته باز حالیشون مثل همه. پس بچه ها اگه شما اون طرف توی الگو آدنین نداشته باشی، بله توالی بازهای عالی رمزگذار آرنه میتونه مثل هم بشه، ولی در همین حالت هم قنداشون فرق داره دیگه، قنداشون فرق داره. حالا بچه ها دیگه از این واضح تر میگه آنزیم با توجه به نوکلوتید رشته الگوی دنال نوکلوتید مکملا برابرش قرار میده. آقا این برابرش وقتی قرار میگیره شما به من بگید چه پیوندی تشکیل میشه؟ دیگه از این واضح تر کتاب بگه پیوند هیدروژنی تشکیل میشه، پیوند هیدروژنی تشکیل میشه. کدوم سوال هم جواب ندادن. سپس اول پس مکملا قرار میده پیوند هیدروژنی ها تشکیل میده، سپس این نوکلوتید ها به نوکلوتید قبلی رشته رنا وصل میکنه. یعنی چه پیوندی اینجا بچه ها؟ این اتصال چه پیوندیه؟ فسفو دیست. پس این که میگه مکملا برابرش قرار میده یعنی هیدروژنی را تشکیل میده اول، بعد میاد سراغ پیوند فسفودیستر. خب حالا در رونویسی نوکلوتید یوراسیل داره رنا به عنوان مکمل، در برابر نوکلوتید آدنین داره دنا قرار میگیره. خب
بریم سراغ مرحله طویل شدن. بچه ها تو مرحله طویل شدن عملا میشه گفت خیلی اتفاق جدیدی را دنبال نمی کنیم. ادامه مرحله یا آغازه. البته نکات خودش را داره. رنا و اسپارا ساخت رنا را ادامه میده. بیشترین طول زمانی برای رونویسی مال این مرحله است. در نتیجه رنا طویل میشه. ولی گفتم اتفاقات خاص خودش داره. مثلا اینکه حباب میگیم جا به جا میشه مال مرحله طویل شدنه، میره جلو. تو مرحله آغاز دیگه حباب جا به جا نشده، اما اول یه حباب تشکیل شده سر جای خودش هست. یا مثلا پشت سر اون، حالا میگم پشت سر مسافر، این پشت سر رنا و اسپارا است که دورشت جمع میشن. تو مرحله آغاز نداریم، تو مرحله طویل شدن داریم. این داره میره جلو، پشت سرش داره دورشت یه دی ان ای جمع میشه، پیوند هیدروژنی بین دورشت تشکیل میشه. همچنان که رنا و اسپارا به پیش میرود، دورشت دنا در جلوش باز میشن. کی باز میکنه؟ خودش. و در چندین نوکلوتید عقبتر رنا از دنا داره جدا میشه و دورشته دنا مجددن به هم دیگه میپیوندن. بچه ها جملات خیلی مهمیه این، پیوستن دوباره اینا خود به خوده دیگه، اونجا آنزیم نیست، دیگه اونجا آنزیم نیست، رنا و اسپارازا اصلا رفته جلو. یا مثلا این جدا شدن رنا از دنا یعنی شکستن پیوند هیدروژنی. بچه‌ها هر کدوم از اینا توضیح داره. با رنا از دنا جدا میشه یعنی شکستن پیوند هیدروژنی. پیوند هیدروژنی بین چه نوکلئوتیدایی، دیگه خیلی میخوام سریع بگم، بین نوکلئوتیدایی که یه طرفش ریبوزه یه طرفش دیوکسیریبوز به عنوان قند، نوکلئوتید ریبوزدار و دیوکسیریبوزدار، دورشته دنا مجددا به هم میپیونن، یعنی پیوند هیدروژنی تشکیل میشه بین نوکلئوتیدایی که دو طرفشون دیوکسیریبوزه. خب بازای عالیه. میگید رمزگذار و رنا اگر در رشته الگو آدنین نداشته باشیم مشابه؟ بله دیگه مشابه میشه دیگه. خب بچه ها بریم سراغ مرحله پایان. در دنا توالی های ویژه‌ای وجود داره. بچه آخر همه ژن ها نگم بازم. چرا؟ بعدا یه مورد خاص داریم، سه تا ژن هستن یکیشون توالی پایان رونویسی داره. ولی اصولا خب آخر ژن ها مخصوصا توی یوکاریوتا داریم چنین موضوع. توالی های ویژه‌ای وجود داره موجب پایان رونویسی میشن. بچه توالی پایان رونویسی میشه یکم خارج از کتابه. در این محل آنزیم ها از مولکول دنا جدا، نخود نخود دیگه، رنای تازه جدا، دورشته دنا به هم وصل میشن و کار تموم شده است. دوباره جمع میشه دورشته وقتی در نظر میگیریم. بچه ها چرا میگم یکم خارج از کتابه؟ ببینید شما توالی پایانو میخوای کجا بگیری؟ باید یه جای اینجا بگیری. خب این رو نویسی شده دیگه. خب نه نمیتونید بچه ها، اون چیزی که شما دنبالش هستید که مشکلات ژنتیکی و جهش و اینا، جهش به شرطی شما میتونید وارد بکنید که گفته بشه. جهش و موارد غیر عادی ها نمیتونید وارد این موضوع بکنید. اگه این کارو بکنید سنگ روی سنگ بند نمیشه. بچه ها موضوع بعدی ها من مفصل توضیح دادم، خیلی دیگه چیز پیچیده اینه. فقط یکی از دورشته دنا. بچه ها در هر ژنش ها خط بزنید میشه جمله غلط. یکی از کارهایی که یه طراح میکنه میاد همین جمله هایی که تابعه دستکاری کوچیکیش میکنه. فقط یکی از دورشته دنا رو نویسی میشه جمله کاملا غلطی. چرا؟ چون میگیم آقا این دی ان ای طول خیلی زیادی داره. یعنی چی فقط؟ مثلا این رشته یک، این رشته دوش، فقط یکی از این رشته ها رو نویسی میشه؟ میگیم نه. پس جمله کتاب اینجا چی بود که من یه دستکاریش کردم؟ میگه آقا در یک ژن، مثلا ژن A، بله فقط یکی از رشته ها رو نویسی میشه، مثلا فقط این رشته. در ژن B فقط یکی از رشته ها رو نویسی میشه، میتونه اونم همین رشته باشه، مثلا ژنبی. در ژنسی فقط یکی از رشته ها رو نویسی میشه. من میام این طرف نشونش میدم، سی.
پس در یک ژن فقط یکی از رشته، ولی در کل DNA بچه ها هر دو رشته میتونن رو نویسی بشه. در مورد همانندسازی بچه ها هر دو رشته ژن همانندسازی میشه. یه بار دیگه میگم، هر دو رشته ژن همانندسازی میشه. آقای رضایی میپرسم فرقی توی اطلاعات ندارم بچه ها؟ رشته الگو و رشته رمزگذار زمین تا آسمون mRNA یا هر نوع RNA که از روشون ساخته بشه فرق میکنه. بنابراین به هیچ وجه اینطوری نیست که فکر کنید به صورت شانسی و راندومه و امثال اون. حالا یه نکته جالبی که وجود داره بچه ها در مورد این موضوع اینه که اینجاست که نقش راه انداز خیلی کلیدی میشه. نقش راه انداز، که راه انداز کدوم طرف قرار بگیره، که یه خورده موضوع خارج از کتاب دون میشه، یعنی تعیین میکنه جهت حرکت رناب از فراز به چه صورت. خب بچه ها حالا در موردش بیشتر بعدا صحبت میکنیم، فعلا وارد این موضوع نشم. حرکت رناب از فرازا و راه انداز و موقعیتش رو در ادامه قرار در موردش صحبت بکنم، فعلا این قسمت ها برم. بچه ها پس این جمله غلطه اگه در هر ژن بگذاری، ولی جملمون صحیح بود، خودش صحیح بود جمله، اگه میمدیم این قسمت ها برمی داشتیم. پس من این قسمت ها برمی دارم، بله جمله صحیحی. خب همانطور که گفته شد ژن بخشی از مولکول دی ان ای دورشته. بچه ها ژن دورشته است، ولی هر دورشتهش رو نویسی نمیشه، ولی هر دو رشتهش همانند سازه میشه، ولی رونویسی از روی هر دو رشته یک ژن انجام نمیشه. به نظر شما اگر روی دو رشته یک ژن رونویسی بشه، آیا محصولات این دو رشته مکمل، محصولات این دو رشته مکمل نسبت به هم دیگر چگونه میشدن؟ بچه ها چگونه میشدن محصولاتشون؟ مکمل می شدن. اگه شما منظورتون از محصولات محصولات اولیه باشه، یعنی اگه منظورتون RNA باشه، ولی اگه منظورتون این باشه مثلا این RNA باشه و محصول نهایی مد نظر قرار بگیری، بچه ها اون RNA یه پلیپپتید به شما میده، اون اصلا یه چیز دیگه، زمین تا آسمون میتونن فرق بکنه. خب طوری که اون پلیپپتیدی که رشته مقابلش میده هیچ کارایی نداشته باشه، چون ما میدونیم حتی یام نسی تغییرش میتونه کارایی یک پروتئینا به هم بزنه، وای به حال این که بخواد این اتفاق رو بده. مسلماً رنا و پلیپپتید ساخته شده از روی دو رشته مکمل دنا بسیار متفاوت میشدن، ولی گفتیم رناشون مکمل بودن، مکمل بودن ولی خب مشابه که نبودن، چون مکمل وقتی باشن خب یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا آسی داریم، خب اینجا خیلی فرق میکنه، اینجا میشه یوجی مثلا، یه تیکه کوچیکش رو در نظر بگیریم و همجور ادامه بدیم بریم به سمت جلو. خب حالا به بخشی از رشته دی ان ای که مکمل رشته رنا رونویسی شده میگیم رشته الگو، مکمل رنا. به رشته مکمل همین رشته الگو در مولکول دی ان ای میگیم رمزگذار. رمزگذار خب، زیرا توالی نوکلئوتیدی آن شبیه رشته رنایی است که از روی رشته الگو ساخته میشه. این شباهت هم بچه‌ها یکسان که نیستن، شباهتش هم چندان شباهت زیادی نیست، یعنی از نظر قند که با هم فرق داره. مقایسه توالی رشته رمزگذار و آرنه که ساخته میشه، اولا قندشون که فرق داره، دوما به شرطی توالی بازالیشون مشابه خواهد بود که تو رشته رمزگذار شما تیمین نداشته باشید، توالی بازالیشون مثل هم میشه. به عبارت دیگه تو رشته الگودو نباید چی داشته باشی؟ آدنین نباید داشته باشی. خب من این سوالم ببینم، نمیشه همزمان از هر دو رشته توسط رناب از باراز رو نویسی ببینیم؟ بچه ها همزمان آیا ما میتونیم از هر دو رشته دی ان ای رو نویسی ببینیم؟ بله، دو ژن متفاوت باشه،
ولی یک ژن قطعیه، اصلا از قبل مشخصه که کدوم رشتهش به عنوان الگو استفاده میشه. خب به نظر شما رشته رنا با رشته رمزگذار چه تفاوتهایی میتوانند داشته باشند؟ خب پاسخ در نوکلئوتیدهای مورد استفاده، مثلا به جای تیمیندار در دی ان ای یوراسیلدار در رنا قرار داره. قندش هم که گفتیم، قندش هم باید حواستون باشه که متفاوت هست. بچه ها بریم سراغ یه موضوعی که اینجا تو شکل مطرح کرده که خیلی اهمیت داره. میگه رشته مورد رونویسی یک ژن ممکن است با رشته مورد رونویسی ژن‌های دیگر یکسان یا متفاوت باشد. مثلا اینجا دو رشته دی ان ای را نشون داده. خب یکی از رشته ها رو آبی رنگ نشون داده، یکشا سرمه‌ای نشون داده. مثلا نگاه بکنید، ژن یک با ژن سه، رشته ای که رشته الگوشونه مال یکی از رشته های دی ان ای، در حالی که ژن دو اون رشته سورمه ای حالا میتونم بگم داره این وسطی داره رونویسی میشه و الگوش حساب میشه. خب اینم بچه ها در رابطه با این نکته. یه نکته هم بچه ها من اینجا مطرح بکنم خیلی مهم. بین دو ژن، دو تا ژن داریم، بین دو ژن مجاور، حالا بهتره بگم بین دو ژن مجاور، حد اکثر چند راه انداز بچه ها میتونه وجود داشته باشه؟ دو تا. حداقل چند راه انداز میتونه داشته باشه؟ صفر. صفر. من یه شکلی رسم بکنم بهتر این موضوع ها صحبت بکنم. یه خورده مجبورم این قسمت ها ببندم و اینجا صحبت بکنم. بچه ها مثلا اینجا ژن A، خب حالا ژن A ما اینجاست، راه اندازش کجا میتونه قرار داشته باشه؟ میتونه راه اندازش که من با رنگ زرد یا سبز نشون میدم اینجا قرار داشته باشه، این راه اندازش. خب حالا ژن بیمم رسم بکنم، ژن بیم میتونه اینجا باشه، این ژن بی، راه اندازش میتونه کجا قرار داشته باشه؟ این سمت قرار داشته. حالا بچه ها حالت اول که گفتم بین دو ژن هیچ راه اندازی وجود نداره، راه انداز ژن A سمت راستش، ژن B سمت چپش. نتیجه گیری بچه ها جهت حرکت رنا بسپاراز برای ژن A به سمت چپه، برای ژن B به سمت راسته. اصطلاحا هم میگیم رنا بسپاراز به سمت هم دیگه حرکت میکنن، واضحه فکر میکنم دیگه. حالا حالت بعدی، حالت بعدی من ژن سی نشون میدم اینجا، این ژن سی باشه، راه اندازش ها این طرف رسم میکنم اینجا، یعنی بین ژن بی و ژن سی من چند تا راه انداز وجود داره؟ دو تا راه انداز. خب حالا حرکت رنا بسپاراز ها به چه صورته بچه ها؟ از هم دور میشن. این دو تا را در نظر بگیرید، اول کار این دو تا را در نظر گرفتیم، حالا این دو تا را، پس از هم دیگه دور شدن. بچه ها یه حالت دیگه میخوام در نظر بگیرم، حالت بعدی که در نظر میگیرم اینه که مثلا یه ژنی اینجا داریم، ژن دی، راه اندازش کجاست؟ اینجا. بنابراین ما ژن سی و دی بینشون یه دونه راه انداز داریم. خب حالا حرکت سی و دی ها نگاه کنید چجوریه، در یک جهته، چپ و راستش مهم نیست.
پس من یه بار دیگه میگم بچه ها، اگه بین دو ژن مجاور راه انداز نداشته باشید، رنا و اسپارازا هنگام رونویسی اگه همزمان جفتشون رونویسی داشته باشن در جهت هم حرکت میکنن، به سوی یکدیگر حرکت میکنن. اگه دوتا راه انداز داشته باشید، این حالت وسط، این حالت یکمه، این حالت دومه، اگه دوتا داشته باشید از هم دیگه دور میشن، ببینه از هم دیگه دور شدن. حالت سوم اینه که یه دونه داشته باشی، نتیجه گیری، هر دو در یه سمت حرکت میکنه. نمیدونم، فکر میکنم مطلب واضح و مشخص باشه که در مورد چی داریم صحبت میکنم. خب بنابراین حالا من روی شکل میتونم اینا نشون بدم دیگه، روی شکل کتابم نشون میدم ببینید وضعیت به چه صورت هست. اینجا را نگاه بکنید، حداقل یکیش اینجا نشون داده بچه ها، ژن شماره 3، ژن شماره 2، بینشون چند تا راه انداز وجود داره؟ دو تا راه انداز. بچه ها حرکت رنا و اسپاراز از راه انداز به سمت ژن، اینجا ببینید جهت حرکت رنا و اسپاراز به این سمت، اینجا به این سمت مخالف. خب آقای کاظمی چیا وصلید وصل نیستید؟ چرا وصل نیستید؟ خب بچه موضوع بعدیمون اینه که آرنایی که ساخته شدن دوچار تغییر میشن. حالا این تغییرات ما خواهم ببینیم به چه صورت هستن، دلیلش چیه؟ در چند دهه گذشته پژوهشگران دریافتند در یاخته‌های یوکاریوتی، بچه ها نه اینکه در پروکاریوتی تغییرات نداریم، در اونم تغییرات داریم، ولی اینجا مثلا زومش روی مطالعات مربوط به یاخته‌های یوکاریوتی بوده. رنای ساخته شده در رونویسی با رنایی که در سیتوپلاسم وجود دارد تفاوتهایی دارد. بچه ها رنایی که ساخته میشه در رونویسی در کجا داره ساخته میشه؟ درون هسته داره ساخته میشه. خب حالا میگه با اون آرنه ای که در سیتوپلاسم وجود داره تفاوت هایی داره، این تفاوت ها به چه صورته؟ بعد ها مشخص شد که این مولکول ها برای انجام کار خود دست خوش تغییراتی میشوند. بچه ها میخوام این تغییرات ها بررسی کنیم ببینیم به چه صورت هست. حالا تغییرات رنای پیک، بچه ها اولا آرنه و تی آرنه هم دوچار تغییراتی میشن، کتاب در مورد تغییرات اونا صحبت نکرد، اومده زوم کرده رو تغییرات رنای پیک اولا. دومن رنای پیکی که میخواد تغییراتش رو صحبت بکنه مال چه یاخته هاییه؟ اینجا صحبت کرد، گفت در چه یاخته هایی؟ یوکاریوتی. بچه ها خیلی این نکته مهمه با. پس ما بحثی که میخوایم مطرح بکنیم یک در مورد یاخته یوکاریوتیه. بچه ها هر کجا کتابتون میگه یوکاریوتی، مدن نظرش از دی این ای مثلا یوکاریوتی، آر این ای یوکاریوتی، دی این ای هست که توی هسته هست و آر این ای که توی هسته ساخته شده. معمولا وقتی واژه یوکاریوتی به کار میبره زومش روی هسته هست، خیلی کاری به سیتوپلاسم اون دی ان ای حلقوی مربوط به میتوکندری و پلاسم نداره. مثلا اینجا وقتی صحبت میکنه میخواد در مورد دی ان ای خطی و آر ان ای که از روی ژن هاش ساخته میشن صحبت بکنه، نه دی ان ای میتوکندری و پلاسم. باکتری هم که دیگه هیچ. خب جمله رو بچه‌ها دقت بکنید، رنای پیکی ساخته شده میگه ممکن است حین رونویسی یا پس از آن دچار تغییراتی بشه. حالا حین رونویسی یا کاری نداریم، پس از رونویسی یا میخوایم در موردش صحبت بکنیم ببینیم چه تغییری رخ میده. پس یکی از این تغییرات که میخوایم صحبت بکنیم ببینیم به چه صورت. پس بچه ها تا اینجا همه شد کلی گویی. به چه صورت؟ پروکاریوت ها فعلا بررسی نمی کنیم، یوکاریوت، در یوکاریوت انواع رنا وجود داره،
میتوکندری و پلاستا کاری نداریم، بقیه رنا را کار نداریم، رناهای پیکار داریم، بررسی میکنیم. همین رنای پیک میتونه حین رونویسی دوچار تغییر بشه، میتونه پس از رونویسی. زوممون روز پس از رونویسی. پس یه بار دیگه جمله ما دارم میگم خیلی مهمه، چیزی که میخوایم صحبت بکنم تغییرات در رنای پیک یاخته یوکاریوتی پس از رونویسی، چون این مطلب خیلی مهمه که اشتباه برداشت نکنید. حالا همه جا باشه، اولا یاخته یوکاریوتیه، دوما مال رنای پیکه، سوما پس از رونویسی ها میخوایم بررسی بکنیم ببینیم به چه صورت هست. خب بچه ها، اومدن رنای پیکه تو سیتوپلاسما اندازش ها مقایسه کردن با رنای پیکی که توی هست است، دیدن اندازه کوتاه دری داره. چجوری آقا متر گذاشتن؟ چجوری فهمیدن؟ اینجا یه سوال جدی مطرح میشه. آقا چجوری ما میتونیم بفهمیم که اندازه این دوتا با هم دیگه فرق داره؟ یه روش وجود داره. روشمون چیه؟ بچه شما رشته الگو میگین مکملش RNA هست. پس من مثلا اینجا الگوها دارم. خب مکملش چیه؟ RNA. مثلا RNA پیک، اینم RNA پیک، RNA پیک. حالا این RNA پیکی که اینجا من مکمل الگو قرار دادم که اندازش با رشته الگو مثل هم دیگه هستن، این RNA پیک درونه هست است. بچه اومدن RNA پیک درون سیتوپلاسم هم کنار الگو گذاشتن. خیلی جمله ها ما دقت بکنید، جمله ها ما دقت بکنید، یه خورده کم تر بنویسید، یه جایی نیاز دارم حواستون جمع باشه چه میگم. پس رشته الگو ها ما کنار RNA پیک درون هسته وقتی قرار بدیم اتفاق خاصی نمیفته، این دوتا مکمل هم به هم دیگه میچسب. ولی اگه همین الگومون که بچه ها این الگومون وقتی صحبت میکنم مال دی ان اس ها، الگوی دی ان، همین الگوها اگه کنار آر ان ای پیک درون سیتوپلاسم قرار بدیم اتفاق جالبی میتونیم مشاهده بکنیم، ببینیم به چه صورت. پس اینجا الگومونه، حالا آر ان ای پیک داخل سیتوپلاسم کنارش قرار میدیم، میبینیم RNA پیک داخل سیتوپلاسم اولا کوچیکتر از اون RNA پیک درون هسته است، این میشه RNA پیک سیتوپلاسم کوچیکتره. دوما وقتی رشته یا الگوها کنارش قرار بدی اینطوری میشه. بچه ها دقت کنید چجوری رسم میکنم، این تیکش مثلا مکمله، بعد یه حلقه ایجاد میکنه، بعد دوباره این تیکش مکمله، یه حلقه ایجاد میکنه، بعد دوباره مثلا این تیک مکمل. پس دقت بکنید چه اتفاقی رخ داد. رشته الگوی دی ان ای یا من اومدم کنار آر ان ای پیک درون سیتوپلاسم قرار دادم، دیدم اتفاقی که افتاد الگوی دی ان ای از آر ان ای پیک درون سیتوپلاسم بزرگتره، اولا بزرگتره، دوما وقتی بررسیش میکنیم میبینیم یه بخشی از الگوی ما بچه ها مکملش هست توی RNA پیک، یه بخشی مکملش نیست. چه اتفاقی رخ داده؟ میگیم بچه ها RNA پیکی که اول کار تولید شده اندازه بزرگی داشته، قطعاتی ازش حذف شده و اصطلاحاً میگن RNA ما بالغ شده، فرایندی به نام بالغ شدن RNA رخ داده. به عبارت دیگه RNA که اول کار ساخته شده مثلا این الگومون بوده، این الگو، بعد RNA پیکی ساخته شده هم اندازه این، بعد این وقتی خواسته بالغ بشه به اصطلاح یکی از تغییرات میگه من بالغ شدنه، کوچیکتر شده. خب حالا دقت بکنید، بس ببینیم به چه صورت هست، چه جوری کوچیک‌تر شده. بچه‌ها
ما توی اون الگومون وقتی در نظر میگیریم، اگه اینجامون الگو باشه، اونم که رشته رمزگذارمون باشه، ما توی اون ژن قطعاتی داریم که این قطعات بهش گفته میشه بیانه. مثلا اینجا من میگم بیانه است، یا اگزون بهش گفته میشه، این وسط بهش میگم میانه، یا اینترون بهش میگم، این قسمت هم دوباره میگم بیانه یا اگزون. پس این وسطی میانه است. حالا بچه ها رونوشته همشون ساخته میشه، هم میانه هم بیانه، رونوشتشون ساخته میشه، ولی میانه ها حذف میشن، بیانه ها سر هم میشن یا اگزون ها سر هم میشن، و در نتیجه این میشه mRNA بالغ. mRNA بالغ. یه سال، آقا این فرایند کجا اتفاق میفته؟ توی هسته. پس توی هسته mRNA ما بالغ میشه میره بیرون. خب بچه ها این فرایندی هست که ما میگیم اتفاق میفته. یه سوال اینجا مطرح میشه، دلیلش چیه؟ یه بحثای تکاملی در رابطه باش وجود داره و یه دلایلی که تو بیشتر به دانی صحبت کرده، من حالا اگه رستم صحبت میکنم، فعلا این قسمت رو تمومش بکنم. یکی از این تغییرات حذف بخشهایی از مولکول آرنه پیکه. آقا کدوم بخش ها؟ رونوشت های میانه ها، میانه رونوشت هاش چی میشه؟ هست میشه. بیانه رونوشت هاش میمونه، چون بیانه قراره بیان بشه دیگه، خیلی واضحه. و چون من بعضی لغات این جدیدا قبول کردم چون مفهومو میرسونه، مثلا یه سری لغات به درد نخورشون نیست که خود لغت اصلا معلوم نیست چیه، اینجا قشنگ داره میگه بیانه بیان میشه دیگه، خیلی ساده است. و شما اینجا میبینید بچه‌ها توی mRNA بالغ یا RNA بالغ شما میانه را رو نوشتشان ندارید دیگه، اینجا نیست، ولی بیانه هست. این فرآیند میگیم بالغ شدن mRNA. خب حالا پس اولا این مال بعضی از ژن هاست، هر ژن مربوط به پروتئین نیست. دوما مثلا توی یوکاریوت هاست، بازم نه یوکاریوت ها هر ژنی رو بخوام دارن، توالی های معینی از رنای ساخته شده جدا و هست میشه. بچه ها RNA توالی ازش جدا میشه، نه DNA، یا DNA که کتاب اصلیمونه با دست نخورده باقی بمونه. بنابراین شما وقتی میگید این قطعات حذف میشه، این بیان حذف میشه، خب قطعا میتونید بگید آقا به ازای هر میانه دوتا پیوند فسفودیستر شکسته میشه، یه پیوند فسفودیستر تشکیل میشه، ولی این پیوندهای فسفودیستر مربوط به نوکلئوتیدایی هستن که قندشون چیه بچه؟ ریبوز. پس این قطعات توالی های معینی جدا هست میشه، سایر بخش ها یعنی بیانه ها به هم دیگه متصل میشن، یک رنای پیک یک پارچه را میسازن. به این فرایند میگیم پیرایش. بچه ها با ویرایش زمین تا آسمون فرق داره، ولی شباهت هایی دارن. مثلا اینکه از شباهت های جالبشون رو من همین الان گفتم، بچه ها پیرایش و ویرایش چه شباهت مهمی دارن؟ پیرایش و ویرایشی که قبلا گفتیم، همه رنا پیرایش بچه ها همه روزه خوندیم. ما کی گفتیم همه؟ گفتیم اولا یوکاریو، دوم رنای پیک، دوم سوم نه هر رنای پیکی دازه. بچه ها تو هر دوتاشون پیوند فسفودیستری شکسته میشه و تشکیل میشه، ولی اونجا پیوند فسفودیستر بین نوکلئوتیدایی که قندشون چیه شکسته میشه، دیوکسیریبوز، اینجا مثلا ریبوزه، اینجا ریبوزه. بنابراین پیرایش و ویرایش خیلی خوب با هم دیگه قابل مقایسه است. بچه های کی دانشمندان فهمیدن این اتفاق رخ میده؟ این فرآیند هنگامی آشکار شد دانشمندان یک رنای پیک درون سیتوپلاسما، یعنی اونی که بالغ شده را، با رشته الگوی ژن، نه رمزگذار، با رمزگذار کنار هم قرار بدن که مکمل هم نیستن، مجاوره هم قرار دادن. فکر میکردن اینا به هم بچسبن، کامل سر تا سر به هم بچسبن، دیدن نه اینطوری نشد.
کدوم بچه ها حلقه تشکیل دادن؟ رشته الگو حلقه تشکیل میده یا رنای پیک؟ حلقه آرا کدوم تشکیل میده؟ الگو، چون الگو بزرگتره، بخشای از الگو مکمل در رنای پیک بالغ نداره. آنها دریافتن بخشای از دی ان ای الگو با رنای رونویسی شده دو رشته مکمل تشکیل میدن، بخش های فاقد مکمل باقی میمونن و حلقه تشکیل میدن. این بخش ها به صورت حلقه های بیرون از مولکول دو رشته قرار میگیرن به این نواهی که در مولکول دی ان ای وجود دارن، ولی رونوشتشون در رنای پیک سیتوپلاسمی حذف شده، بهش میگن میانه یا اینتر. به سایر بخش های مولکول میگیم چی؟ که رونوشتش هست نمیشه میگیم چی؟ بیانه یا اگزون. در واقع رنای رونویسی شده از رشته الگو در ابتدا دارای رونوشت های میانه دنا هست، به این رنا رنای نابالغ یا اولیه گفته میشه که توی هسته مشاهده میشه. با حذف این رونوشت ها، بچه ها محل حذف این رونوشت ها کجاست؟ تو هسته است. این بحث یه بحث یوکاریوتیه نه پروکاریوتیه، این بحث مال امارن است نه آرنای دیگه. در سطح کتاب درسیتون، در سطح کتاب درسیتون دارم صحبت میکنم. با حذف این رونوشت ها از رنای اولیه و پیوستن بخش های باقی مانده به هم، رنای بالغ ساخته میشه. در کجا؟ در هسته. این اتفاق رخ میده. بچه ها این قطعه چه قندی درش وجود داره به من بگید؟ این قطعه چه قندی درش وجود داره؟ دیوکسیریبوز. خیلی مهمه. با حلقه هاست. حلقه ها مال چیه؟ دی ان ای. قند دیوکسیریبوز. بچه ها ما در این قطعه یوراسیل نداریم. نمیتونی بگی قطعا تیمین داری، ولی میتونی بگی یوراسیل نداری. و این یادتون باشه بچه ها اینو وضعیتشون به چه صورته. اینجا رنای بالغه، این آب سرمه رنگه، سبز رنگه، رشته یه الگوی دی ان است. خب اینم تا اینجا بحث ما. کلمه اولش، خب یعنی چی کلمه؟ بچه کلمه اولش ادامه صفحه قبله. میگه چی؟ میگه به سایر بخش های مولکول دنا که رونوشت آنها هست نمیشود. میگیم بیانه کاملا درسته، رونوشتش هست نمیشه، مال دناست. بیانه اصلا اصلش مال دینه است. یه نکته بهتون میگم بچه ها، آیا ما میتونیم به بخش هایی که در mRNA نابالغ وجود داره، mRNA اولیه وجود داره، بگیم بیانه و میانه؟ بعضی ها اصلا میگن طرف کاس داغ‌تر از آش. بچه ها کتابتون گفته، بعد یه سری کتاب های کمک آموزشی میگن حق ندارید بگید، کتابت گفته. ولی بهتر بود اینجا میگفت اینا رو نوشتن، بهتر بود. منم خودم میدونم بهتره اینطوری بگه. پس بچه ها جمله اونجا نه ایراد نداره، میگه بچه ها این بیانه های دی ان ای رونوشتشون حذف نمیشه، میانه ها رونوشتشون حذف میشه. جمله هیچ ایرادی نداره. خب اینم تا اینجای مطلب.